ای بی کفن کجا رفت دلت؟ یه سوال تا قیامت برات موند، خدایا چی میشد یه کفنم کربلا میفرستدی؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوة، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، أجرك الله في مصيبة جای من براش مادری کن، پنج سال از این وصیت از ما گذشت، شب زفاف فاطمه و علی دمیزید، پیغمبر فرمود همه رفتن، آمد به دیدن این زن و شوهر، دید اسما کنار زهرا ایستاد، اسما مگه نگفتم همه برم؟ عرض داشت یا رسول الله وصیت خدیجه بود اینجا بمونم کنار فاطمه، تا نام خدیجه اومد پیغمبر گریه کرد، برا اسما دعا کرد، یه چیزی میگم و میشینم دیگه، تو این شبا مقدمه نمیخوای، شب آخر دهه اوله، دیدی چقدر زود تموم شد دهه اوله، اسما رفت با علی و فاطمه خلوت کرد، فعلی دست تو بده، زهرا جان تو هم دست تو بده بابا، دست زهرا رو گذاشت تو دست علی، نگفت دختر منه، فرمود هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله، علی این امانت خدا، فهمیدی چی میخوام بگم؟ باریکلا خود پیغمبر فرمود هر امانتی دو تا شرط داره، آرام باش، اولین جمع از هر کی گرفتی به همو برگردونی، اما شرط دوم امانت اینه، اگه امانت و سالم گرفتی سالم هم پس بدی. کجا رفته علی؟
شب شبانت و بردادان اما شرط دوم نمیدونم با دل علی چه کرد این امانتی که تحمیل گرفته بود یه پهلو شکسته بود صورتش کبود بود سیمش سرخ نشده بود اما امانتی که شب دفت پیان بردا یه جای سالم تو بدنش نبود یا زهرا سوار بر مرکب عشق و از دیتی نهاری نبید و یمان قبل کنار قیلشد و جز نغیم بیمار نالنر نبرمان اینا ما ساز عشق است اینا دیر نا 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 یارا
كاسبان فلك اللر سرسر يارم كولر محسن هم ساتمان قاتلين بشکنیارت لبرستان بقیه عرض تسلیه دارست محضر رسول از نامه هر دیل فاطمه جان قلبي بوشار 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 بو